با خبرهایی از تحولات عراق اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. محمد طه حمدون سخنگوی جنبش مردمی در عراق بستن مساجد در دیالی را یک لکه ننگ بر پیشانی دولت مالکی و کسانی دانست که این کار را انجام دادند. وی از سیاستمداران و شخصیت‌های سنی خواست موضعشان را در قبال پایمال شدن حقوق مردم عراق توسط ارگان‌های امنیتی و شبه نظامیان اعلام کنند. محمد شیخلی رئیس مرکز ملی برای عدالت در لندن گفت دولت حاکم در عراق یک دولت فرقه گراست و همه معیارهای حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد. زندان‌های مخفی وجود دارد، دستگیری‌های خودسرانه وجود دارد و جنایت‌ها به سطح کشتار و جنایت علیه بشریت رسیده است. مثل کاری که با تظاهرکنندگان فلوجه شد. کشتار فلوجه نشان داد این دولت از نیروی نظامی علیه تظاهرکنندگان و بیگناهان استفاده می‌کند. وی که با تلویزیون تغییر مصاحبه می‌کرد افزود جامعه جهانی درک کرده است که سیستم‌های امنیتی و قضایی عراق از کمترین اصول عدالت پیروی نمی‌کنند و ما به همین دلیل همکاری گسترده‌ای با سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل داریم تا جامعه جهانی به نقض فضاحت‌بار حقوق بشر در عراق بعد از 2003 اشراف پیدا کند و علاوه بر آن برای توجه دادن به جنایت‌هایی که این ارگان‌های امنیتی نه تنها علیه مردم بیگناه عراق که حتی علیه پناهندگان ایرانی در عراق مرتکب می‌شوند. جنایت و کشتار جمعی این حکومت علیه اپوزیسیون ایران در کمپ اشرف را فراموش نمی‌کنیم و نباید بکنیم. حیدر مولا نماینده پارلمان عراق از سازمان ملل متحد خواست برای متوقف کردن دستگیری‌هایی که نیروهای ویژه مالکی موسوم به سوات انجام می‌دهند فوراً دخالت کند. وی گفت آنچه نیروهای سوات انجام می‌دهند نیازمند دخالت فوری بین‌المللی است. حیدر مولا این گونه حملات را پاکسازی نژادی و کشتار جمعی توصیف کرد. این حملات در مناطق اعظمیه، الدوره، سیدیه، عدل و مناطق دیگر بغداد صورت می‌گیرد. تلویزیون الجزیره درباره اظهارات نیکولای میلادونوف نماینده سازمان ملل متحد در عراق درباره نقض حقوق بشر توسط نیروهای مالکی گزارش داد. این انتقاد جدیدی به دولت عراق نیست، اما این بار انتقاد توسط نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق انجام گرفت. این دیپلمات بین‌المللی گفت که نیروهای امنیتی برای اجرای مأموریت‌های امنیتی خود که منطبق با موازین حقوق بشر باشد نیاز به آموزش‌های زیادی در این زمینه دارند و بایستی فرهنگ و منش مأموریت خود را تغییر دهند تا بتوانند بر خشونت فزاینده‌ای که کشور را فرا گرفته است غلبه کنند. الجزیره گفت اقدامات نیروهای امنیتی عراق به صورت خودسرانه انجام می‌گیرد و دستگیری‌ها بدون هیچ مجوز است و دستگیر شدگان برای مدت طولانی زندانی می‌شوند و جهت اعترافگیری آنها را شکنجه می‌کنند. در همین حال تلویزیون بغداد از اعدام 12 زندانی خبر داد و گفت در دور جدیدی از اعدام‌های زنجیره‌ای حکم اعدام 12 زندانی در بغداد اجرا شد. سازمان‌های حقوق بشری پیش از این از دولت عراق خواسته بودند که موج اعدام‌ها را متوقف کند و دولت را متهم به اعترافگیری اجباری از زندانیان نمودند.